مرحوم مستنبد، علامه مستنبد در کتاب القطره، ایشون صفحه 313 یا 315 گمانم نقل میکنه که وقتی روز قیامت میشه، روایت از آقا امام عسکری از وجود مبارک آقا رسول الله نقل میکنه که روز قیامت که میشه، خب همه مشغول حساب و کتاب، اما محبین امیرالمومنین اینا حساب کتابشون فرق داره، اونایی که با امیرالمومنین سر و سری دارن، خب یه عده‌شون به یه دیگه ظلم کردن، خب خداوند متعال به محبین امیرالمومنین میفرماید که حالا بعد اون که سختی‌ها رو کشیدن در عالم برزخ و همه این دیگه آخرین مرحله، میفرماید که من از حق خودم گذشتم به خاطر محبت علی، ولی حق مردم چی؟ شما به یه عده ظلم کردید، باید برید اونا رو راضی کنید. خب اینا میرن پیش اون افراد که اونا رو راضی کنن، میگن شما چطور از ما راضی میشید؟ ما چطور شما رو راضی کنیم؟ میگن خب باید یه فضیلتی، یه کاری به ما بدید. نگاه میکنن اینا خودشون هم چیزی ندارن، اعمال خوبشون رو میدن ولی خودشون هم چیزی نمیمونه براشون. اونجا داره که آقا امیرالمومنین تشریف میارن، تشریف میارن، بعد به اونا میگن که شما چجور راضی میشید؟ این عبارت اون افرادیه که بهشون ظلم شده. میگن یا اخا رسول الله تجعل لنا به ازاء اظلامتنا، به جای اون ظلمایی که ما کردیم، یا ظلمایی که به ما شده، دو تا نقل است، یعنی اونایی که ظلم کردن به بقیه تمام کارهای خوبشون رو میدن به اونا، خودشون هیچی ندارن. به امیرالمومنین عرض میکردن به ازای این ظلمایی که ما کردیم و الان دستمون خالی شده، هیچی نام عمل نداریم، همه کارا خوبمون دادیم به اونایی که بهشون ظلم کردیم. تجعل لنا به ازاء اظلامتنا قبله ثواب و نفس من انفاسک لیلت المبید، یه دونه از اون نفسهایی که شب لیلت المبید کشیدی، یه دونه از اونها رو ثوابش به ما بده، به همه ماها، ما که موندیم اینجا، علی فراش محمد صلی الله علیه و آله، اون شبی که شما در جای عظمت اون یه نفس. خداوند متعال یه قصرای خیلی بزرگ از بهشت رو به همه اینا نشون میده و کنه اینا انگار وارد بهشت هم میشن، اینطور میبینن اینا، بعد به خدا عرض میکنن خدای شما همه بهشت رو به ما دادی دیگه، چیزی هم مون دیگه از بهشت؟ یعنی اینجوری خدا تحویلشون میگه، یه ثواب از نفسهای امیرالمومنین. بعد فکر میکنن دیگه بهشت خدا تموم شده، خطاب میرسه از جانب خدا، بندگان من، اون چه شما مشاهده کردید ثواب یک نفس از نفسهای علی است که از او درخواست کردی و من به شما بخشیدم. بعد نگاه میکنن میبینن ازای اون ثواب که امیرالمومنین داده، خدا چقدر به امیرالمومنین دوباره برگردونده. والله یا ضاعف لمن یشاء، دیگه خدا اضافه میکنه که این، ببینید اثر اخلاصه، اینطور رشد میکنه اخلاص که اصلا این یه نفس امیرالمومنین، یه ضربه روز احزاب زد که عرض کردیم که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت، بعد امیرالمومنین با این همه عبادت هاشون، با این همه اخلاصشون، شما ببینید چطور درگاه خدا میستن. الهی و ربی و سیدی من لی غیرک،